برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در حالی که نمی‌توان مزایای تلفن‌های هوشمند برای کودکان را نادیده گرفت، تحقیقات نشان داده است که استفاده کنترل نشده و زمان بیش از حد صفحه نمایش خطرات جدی برای آنها به همراه دارد. تحقیقات نشان داده است وقتی که کودکان زمان زیادی را با تلفن همراه خود می‌گذرانند، ممکن است روابط اجتماعی آنها کاهش یابد و توانایی آنها در برقراری ارتباط با دیگران مختل شود. استفاده مداوم از تلفن همراه و گوشی‌های هوشمند می‌تواند منجر به تنبلی ذهنی و کاهش توجه کودکان به کتاب و فعالیت‌های تحصیلی شود. کارشناسان هشدار می‌دهند پیتزاهایی که از مهمانی‌ها باقی می‌مانند و بیش از حد در محدوده خطر، یعنی دمای بین 4.5 تا 60 درجه سانتیگراد قرار می‌گیرند، می‌توانند منبع تکثیر باکتری‌ها و عامل مسمومیت غذایی شوند. به گفته کارشناسان، پیتزایی که محل رشد و تکثیر باکتری‌ها شده باشد، می‌تواند بیماری‌های گوارشی شامل استفراغ، اسهال و احتمالاً تب به همراه بیاورد. طبق مقررات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، پیتزا را می‌توان تا 4 روز در یخچال نگهداری کرد، اما مهم است که پیتزای باقی مانده را از سایر آلودگی‌ها در یخچال جدا نگه دارید. دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به حملات گسترده اسرائیل به مناطق و اردوگاه‌ها در شمال کرانه باختری از اسرائیل خواست فوراً عملیات خود را متوقف کند. آنتونیو گوترش از اسرائیل خواست به سرعت عملیات نظامی خود را در شمال کرانه باختری متوقف کند و اقداماتی را برای محافظت از غیر نظامیان در کرانه باختری اتخاذ کند. همچنین به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی بشردوستانه عمل کند. این در حالی است که اسرائیل از ساعات اولیه بامداد چهارشنبه حمله گسترده‌ای را علیه مناطق و اردوگاه‌ها در شمال کرانه باختری به ویژه در جنین، تولکرم و توبس آغاز کرد. پاکستان می‌گوید مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستانی را به زودی آغاز می‌کند. وزیر کشور پاکستان در دیدار با معاون یوناما گفته که هیچ کسی اجازه ندارد بدون مدرک اقامت در پاکستان بماند. در همین حال روزنامه دان به نقل از یک منبع خود گزارش داده که در مرحله دوم اخراج مهاجران از پاکستان، مهاجرانی که دارای کارت مخصوص شهروندان افغانستان هستند نیز اخراج خواهند شد. دور اول اخراج مهاجران افغانستان در تیر ماه سال گذشته آغاز شد که بیش از 600 هزار پناهجو از پاکستان اخراج شدند. مقام‌های محلی در بیمارستان مرکزی استان بدخشان می‌گویند که بیماری سوء تغذیه کودکان در این استان افزایش یافته و طی 5 ماه گذشته دست کم 26 کودک مبتلا به این بیماری جان باختند. مسئول بخش معلومات بیمارستان بدخشان گفته که حدود 365 کودک مبتلا به بیماری سوء تغذیه طی 5 ماه گذشته در این بیمارستان ثبت شدند. شماری از ساکنان بدخشان فقر و بیکاری و تغذیه ناسالم را از عوامل افزایش بیماری سوء تغذیه در میان کودکانشان می‌دانند.